اجازه فرمایید من خودم در این باره این گنگ هنری صحبت بکنم. واقعا همطور که خود ایرج طاهری گفت، از زمانی که ما در لس آنجلس بودیم تا 30 سال پیش که وارد شده بودیم، واقعا همدیگر رو پیدا کردیم. در ایران هم همدیگر میشناختیم و از آن زمان 80 از آن زمان ایرج طاهری بسیار عزیز، خانم مریم نجمی بعده ها و آقای قوامی بعده ها و سیامک پویان، این استاد بزرگ و در واقع این گنگ هنری خیلی فرهنگی، همیشه لطف داشتن به من و به برنامه هایی که داشتیم در خدمتشون بودیم. قبل از اینکه باز دو مرتبه درباره شما صحبت کنم، اجازه بدید از خانم آزیتا که ایشون تضیف آوردن امشب با گرفتاری هایی که داشتن، عرض کنم که ایشون تشریف بیارید اینجا، نمیشه شما رو نبینن. بله بله بله، من از ایشون درخواست کرده بودم که اگه لطف کنن بیان MC برنامه بشن، ایشون گرفتار بودن نتونستن، شرمنده شدن. خواهج میکنم لطف دارید، واقعا من شرمنده هستم که بله فرصتی برای ایشون تشریف بردن. الان که دیگه میدم خدمت ایشون که ایشون صحبت بفرمایید. قرار نبوده که مزاحم بشم، ولی عرض سلام دارم خدمت یکایک عزیزان. خوشحالم که در جمع شما هستم و سپاسگزارم از حق شناسی شما که وقتی هنرمندی مثل آقای ناظریان رو داریم، یک دوستی رو داریم که هنر نوشتن دارن، هنر با مردم بودن رو دارن و اینقدر عزیز هستن، قدرشون رو میدونیم و دور هم جمع میشیم. شرمندم وقتی که از من خواستن که این برنامه رو اجرا کنم. برنامه‌ای رو داشتم که امروز باید پیاده میکردم که به دلایلی کنسل شد. وقتی کنسل شد دلم نیامد که در این جمع نباشم و از دیدن روی خیلی از شما عزیزان که سالها بود ندیده بودمتون بسیار خوشحال شدم. آرزوی موفقیت دارم برای همگی. سالها در کنار جناب ناظریان نازنین ما همکاری در رادیو داشتیم. چه روزهای خوبی، صبح سحر هممون میرفتیم توی رادیو خسته، چشا باز نمیشد، کنار همدیگه میشستیم و بعد سعی میکردیم با روحیه دادن به هم اول صبح رو آغاز بکنیم. ما ساعت 6 که موج بامدادی شروع میشد بعد خیلی خوش اخلاق میمدیم روی ایر، پس قبلش مجبور بودیم یکم با همدیگه شوخی کنیم و سر به سر هم بذاریم تا بتونیم آماده بشیم برای برنامه. به هر حال زحمت‌های زیادی کشیده شده که جامعه ایرانی خارج از کشور بتونه صاحب رسانه همگانی باشه که قابل استفاده باشه و چقدر خوشحالم که همه شما عزیزان سالهاست دارید از قلم خوب جناب ناظریان استفاده میکنین. افتخاری بوده برای من در خدمت شما کار کردن. ممنونم این وقت به من. سپاس فراوان. خب حالا درخواست میکنم از خانم مریم نجمی تشبیه بیارن، آقای ایرج طاهری خیلی عزیز و بعد مراحل بعدی آقای قوامی هم تشبیه میارن. بسیار شب زیبایی بود. من اونجا نشسته بودم، استادان، خبرنگاران، دیگه دانشمندان، نویسندگان همه صحبت کردن در رابطه با آقای پرویز ناظریان عزیز. واقعا این شخصیت کسی است که هر کاری ما براش بکنیم کمه بازم، چون در مدت این 30 سالی که من ایشون رو شناختم اینقدر ایشون خوبند، هر قدر که ما ازشون تشکر بکنیم و هر کاری براشون بکنیم ارزش داره و بیشتر از این هم ارزش داره. یک بار دیگه برای آقای پرویز ناظریان دست بزنید. من الان براتون یک آهنگ بخوام بزنم، یک آهنگ بسیار بسیار دوست داشتنی با نای. نای سازی است که یه تیکه لوله آبه، یه تیکه لوله پلاستیکی، هیچی نیست، ده سنت هم ارزش نداره، ولی من میخوام با این نای براتون یک آهنگی بزنم که همه عاشقش هستید. گوش میکنیم، بعدش هم از دو تا هنرمند نازنین مریم نجمی عزیز و قوامی عزیز دعوت بکنم بیام یک برنامه براتون اجرا بکنیم که حال کنید. این قسمت حاله. از توجه شما، از سکوت قشنگتون بسیار متشکر خواهم بود. Thank you.
باشی گر که بیگانه بشی هموطن من. من عاشق ایرانم و عشقم زریا نیست. من عاشق ایرانم و عشقم زریا نیست، جز یاد وطن در سر من هیچ هوا نیست. از بخت بد اینجا به پناه آمدم اکنون، سرمنزل مقصود من اینجا به خدا نیست. از جبر زمان گرچه جدا ماندم از آن خاک، زندیشه من یاد خوش او که جدا نیست. لبخند گرم هست نه آن است که شادم، لبخند به لبهای من از روی رضا نیست. بر چهره اگر نیست مرا سایه ای از غم، غم گاه به دل خانه کند، چهره نما نیست. هم خانه بیگانه و هم سایه غیرم، از غیر امید کرم و صلح و صفا نیست. بیگانه ندارد خبر از حال من و تو، او در پی خیش است به فکر من و ما نیست. سیراب چه داند ز سراب و لب تشنه، بی درد که جوینده درمان و دوا نیست. اندوه اسارت جز از ایران نشناسند، آگه ز غم و رنج قفس مرغ رها نیست. این ملک جهان پیشکش خلق جهان باد، این ملک جهان پیشکش خلق جهان باد، ما را نظری جز به همان یک گل جا نیست. من عاشق ایرانم و عشقم زریا نیست. من عاشق ایرانم و عشقم زریا نیست. متشکرم. با درود فراوان خدمت همه شما عزیزان، این سروده از کارهای خود استاد ایرج طاهری بود که من بسیار بسیار دوست دارم این شعر و ترانه رو، یعنی هنوز به صورت ترانه نشده، بلن به صورت همین دکلمه من براتون اجرا کردم. به افتخار استاد طاهری دست بزنین که یه همچین شعر بسیار زیبایی رو سرودن. خیلی ممنون. و من هم در اینجا باز از آقای ناظریان باید تشکر کنیم که یه همچین شب بسیار باشکوهی رو
گریه بی از غم
یادبودی است از بزرگیشون، کارهاشون. با امیدوارم که این نهضت ادامه پیدا بکنه برای بزرگان دیگر. شاید مثلا آقای ناظریان رو ما فقط به عنوان یک گوینده خبر میشناختیم، یعنی تهیه کننده خبر، و یا آقای ساسان کمالی رو به عنوان یک گوینده پرتوان و مجری. ولی وقتی که من برنامه ایشون رو دیدم با در برنامه آقای طاهری در تلویزیون پرژن بازار، دیدم که چون از خودشون کسی تعریف نمیکنه، باید به حرفشون آورد و از سوابقشون، سلایقشون، علایقشون با خبر شد. و چقدر من از اون برنامه لذت بردم و حتی دلم میخواست مجریان، یعنی تصمیم گیرندگان رادیو که پرشنونده ترین هست، اینجا بودن و این کار رو ادامه میدادن در برنامه های خودشون. مثلا فرض بفرمایید در برنامه بامدادی از آقای پرویز فیروزکار دعوت میشد و ایشون رو بجز گویندگی از کارهای دیگر یا علاقشون و تا اونجایی که در حد این است که بتوان وارد زندگی کاملا خصوصیشون نشد آشنا شد و این بزرگانمون رو بشناسیم. کما اینکه میبینیم کسانی که رفتن تقریبا فراموش شدن، از جمله البته خب شماها همه چون میشناسید تقریبا استاد حسین قوامی، عموی من. ایشون تمام این رادیو تلویزیون ها فقط یه آهنگ از ایشون دارن، اونم پری کجاییه، در صورتی که آثار دیگری داشتن و هیچ کدوم از اینها نیست. و من خودم همت کردم روی یوتیوب 3-4 تا، چون تصویر ایشون رو هم کسی ندیده بود، چون ایشون ارتشی بودن، نظامی بودن، من یه آهنگ جوانی ایشان رو از موقعی که دبیرستان نظام بودن تا آخری که فوت کردن، این رو من به صورت ویدیویی درست کردم و روی یوتیوب گذاشتم. آهنگ شب جداییشون رو گذاشتم و اینها رو ببینید، میبینید که چقدر با اینکه تبلیغی هم روش نشده دیدن، این به خاطر بزرگداشت ایشونه. کار من هم خب کار دیگری است، موسیقی به صورت هابی من هست، ولی به خاطر اینکه یاد ایشون رو همیشه زنده نگه دارم، با اینکه موسیقی سنتی کار من نیست، زیاد آشنایی ندارم با دستگاه و اینا، سعی میکنم یکی دو تا از آثار ایشون رو همیشه در محافلی که هست و کسانی که میدونم قدر هنر رو میدونن بخونم که یادی از ایشون کرده باشه. برجد آقای ناظریان خیلی ممنون، انشالله که این کتابتون رو همه ایرانی ها مثل کتاب قرآن تو خونه شون داشته باشن. Oh,
مرسی.
که همچو من پی تو سرگردونم، شبی کنار چشم پیدا شد میان عشق من چو گل با شد. تو ای پری کجایی خیلی ممنون. در آخرین قسمت برنامه اینجا بدید که یک اسپیشال ریکوست خیلی 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 خلاصه خاص از آقای قوامی. یادتون هست یه ترانه خیلی معروفی بود به نام مرا ببوس. این ترانه رو یک شاعر خیلی شاید نشناسته ایشونو، حیدر رقابی بود اسمشون، بعدا رفت امریکا همینجا که ما هستیم الان، سالها پیش دکتر شد و ولی این دوران دانشجوییش اینو ترانه رو گفته بود. یه مقدارم سیاسیه برخلاف اون ظاهرش که خیلی رمانتیک و شاعرانه است. به هر حال این افراد مختلفی خوندن، ولی اون که اول خونده و این که الان خواهد خوند یکی از بهترین اجراهاشه. من یادم سالها پیش در سوئیس بودم، در ژنو، یه شب رفتیم مطابق معمول دوران جوانی یک باشگاه برای ترقص و رقص و غیره، و یه گروهی که در ایران بودن این ترانه رو شنیده بودن و یاد گرفته بودن مرا ببوسو، و فهمیدن که یه ایرانی هستن اونجا، این ترانه رو برای ما در سوئیس خواندن. اجازه بدید که الان قوامی عزیز مرا ببوسو برای همه تون بخواد. خوشبختانه خانم بدری مطرار مثل این دوربرا نیستن که بیان من رو ببوسن، ولی نه البته شانس ندارم که نیستن، ولی به هر حال لطف میکنه برای قوامی یک دست بسیار بزرگ بزنید، یکی از شخصیت های بسیار برجسته و لطف زیاد به من. خیلی متشکرم. این آهنگ مورد توجه آقای ناظریانی که هر وقت دور هم هستی میشون از من میخوان که برای اولین بار اینو بخونم. بله. آتش
بسیار سفر کنم ز تیر را گذر کنم نگر کنه گله من سرش که دم به دامن برای من نیاد دختر زیبا امشب بر تو مهمانم در پیش تو میمانم تا لب بگذاری بر لب من دختر زیبا آن برق نگاه تو عشق بی گناه تو روشن سازد یک امشب من برما به تو ببوس برای آخرین بار خدا تو را نگهدار که می روم به سوی سرنوشت بهار ما گذشته گذشته ها گذشته منم به جست جوی سرنوشت خیلی متشکرم خیلی متشکرم شب‌های دراز بی عبادت چه طبعم به گناه کرده عادت چه کنم گویان خدا من از این خجالت چه کنم می بخور من بر بسوزان من نمازاری مکن این دو روز عمر کوتاه تشکر کنم از همه دوستانی که تشریف داشتن اینجا چه کسانی که کتاب خریدن چه کسانی که کتاب نخریدن
به حال همطور که اینجا آقای مهبودی گفتن واقعا فقط خریدن مطرح نیست بلکه خواندن و واقعا این مسئله رو بعد ما یاد داشته باشیم که اصولا کتاب خواندن چه اثرات مغزی ایجاد میکنه. اگر میخوایم آلزایمر نگیریم کتاب بخونیم، واقعا کتاب بخونیم، مغز حرکت کنه. آقای دکتر اقراری یکی از دوستان بسیار عزیز و از فرهنگ دوستان بسیار عزیز یک بسته الان کتاب فرمودن که به ماشینشون ببرن 18 تا که به دوستانشون پخش کنن. اجازه بدید که به افتخارشون ندارم. آقای دکتر اقراری یک دست مفصل بزنیم برای اون که برای فرهنگ ایران چقدر ارزش قائلن. با تشکر بسیار زیاد از همه دوستان، از مدیر این کافه نادری که لطف کردن اینقدر برنامه عالی ما داشتیم اینجا، از جناب کاراندیش، دکتر کاراندیش که این برنامه رو یک از مؤسسینش هستن، و همچنین از دوستان مختلف و از این دختر